به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه گفته از بیش از 1000 دستور اجباری از سوی طالبان بر مردم افغانستان اجرا شده که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را به صورت گسترده نقض کرده است. متیو ملر سخنگوی این وزارت در خبرنامه گفته است که ایالات متحده آمریکا رفتارهای طالبان با مردم افغانستان را زیر نظر دارد. او گفت ما از طالبان انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه بین المللی در این زمینه عمل کنند. همان طوری که در نشست‌های عمومی و خصوصی به نمایندگان طالبان این موضوع را بیان کردیم، رابطه این گروه با جامعه جهانی کاملا به اقداماتشان بستگی دارد. همچنین ملر در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار گفت که آمریکا طالبان را همکاری مالی نمی کند. و در پایان، وقت امسترانگ صدای آزار را در کره ما شنید. شکست روسیه در برابر آمریکا. از آغاز آفرینش به این سو، نیل آمسترانگ اولین کسی است که در سطح ما رفته است. فرود آمدن او بر روی ما در جولای 1969 نشانه آشکار موفقیت انکارناپذیر ساینس و دانش و پایان رقابت تکنولوژیکی میان آمریکا و شوروی بود که سرانجام به پیروزی آمریکا انجامید. شوروی نخستین قمر مصنوعی را در سال 1959 به فضا پرتاب کرد و بدین گونه رقابت میان این دو ابرقدرت در فضا کشانده شد. بجای این که این موفقیت علمی مایه عبرت مسلمانان و عرب ها شود و از آن برای بکار بستن شیوه علمی و تجربی برای عبور از عقب ماندگی الهام بگیرند، دروغ بزرگ در مورد فرود آمدن اولین انسان بر روی ما ساختند و البته هیچ کس جز خودشان آن را باور نکرد. گزارش های مطبوعاتی جعل کردند. بیانگر آن که چون آمسترانگ بر سطح ما فرود آمد صدای آذان را شنید. مطابق این گزارش آمسترانگ در اول فکر کرد که دچار توهم شده، اما بعداً وقت ناسا از او خواست که مسئله را پنهان نگه دارد پی برد که توطئه در میان است. این گزارش می افزاید که آمسترانگ سال بعد به قاهره سفر کرد و آذان جامعه الازهر را برای اولین بار شنید و از همراهانش پرسید این صدا چه صدایی است؟ همراهش پاسخ داد صدای دعوت و نماز در میان مسلمانان است. آمسترانگ گفت گواهی می دهم که نخستین بار این صدا را در کره ما شنیدم. این بود که اسلام آورد و آن را آشکار کرد و از آنجا که همسرش مسلمان شدنش را نپسندید از وی طلاق گرفت. آنچه این داستان را به یادم آورد برخورد تصادمی هم به مقاله قدیمی از یک روزنامه لبنانی شوقی رافعه است. رافعه در این مقاله پس از بازگویی داستان پیش گفته می نویسد که این داستان را اولین بار یک روزنامه مالیزیایی به نشر رساند. سپس با استناد به آن روزنامه، روزنامه های فراوان در زبان عربی به آن پرداختند. شوقی رافعه در ادامه می نویسد که یک روز که در واشنگتن اقامت داشتم، یکی از روزنامه ها با من تماس گرفت و از من خواست گفتگوی مفصل با آمسترانگ در مورد این رویداد صورت دهم. انجام دهم. من هم به مدیر دفتر آمسترانگ برای تعیین وقت مصاحبه با او گرفتم. وقت او نظر به مشغولیت های فراوانی که داشت از گفتگوی رو در رو با من پوزش خواست. او در عوض از من درخواست کرد پرسش هایی را که می خواهم آمسترانگ پاسخ دهد برایش بفرستم تا آمسترانگ پاسخش را بنویسد. این شد که 32 سوال از فضانورد آمریکایی پرسیدم، از جمله در مورد اسلام آوردنش و رابطه‌اش با همسرش بعد از آن که بدین اسلام مشرف شده و همچنین این که آیا به اقامت در مصر فکر میکند آن طوری که برخی روزنامه ها نوشتند. اندک نگذشته بود که پاسخش را دریافت کردم، ولی به جای آن که پاسخ مفصل برای سوالهای داغ خود دریافت کنم، نامه کوتاه دریافت کردم که آمسترانگ در آن چنین نوشته است: سپاسگزارم که سوالهایت را از طریق نامه برایم فرستادی، ولی بدبختانه نمیتوانم با آن پاسخ دهم، چرا که همه آنها بی‌بنیاد است. گزارش هایی که به اسلام آوردن هم اشاره شده شایع بود که در انگام دیدارم از مالزیا پخش و نشر شد.
من هرگز اسلام نیاوردم و نیز صدای آذان را در کرمان نشنیدم و همچنین هیچ وقت در طول زندگیم به مصر سفر نکردم. پوزش می خواهم از این که روزنامه های شایع پراگند موجب شده بعد درد سر بیافتید. شوقی رافع در ادامه چنین می نویسد: به این ترتیب چاره نداشتم جز این که پاسخ آمسترانگ را کلمه به کلمه به سردبیر روزنامه یاد شده بفرستم، اما دو هفته سپری شد و پاسخ آمسترانگ در روزنامه منتشر نشد. چون به سردبیر تماس گرفتم که چرا پاسخ را نشر نکرده و آمسترانگ حق دارد که پاسخی را که نوشته در روزنامه به نشر برسد، سردبیر در جواب گفت: استاد رافی، اگر جواب را نشر کنیم محشر کبرا علیه ما برپا می شود و بسیاری از مردم تصور می کنند که ما باعث شدیم آمسترانگ از دین اسلام خارج شود. در اینجا گزارش شوقی رافی پایان می یابد که در مجله کویتی العربی شماره آگوست 1993 همراه با عکس با کیفیت زیراکس نامه آمسترانگ در صفحه 65 چاپ شده است. داستان قدیمی به نظر می رسد، اما بدون شک داستان آشناست و بعدها به شکلها و شیوه های مختلف تکرار شده است. از جمله این داستان که شهر مکه در مرکز جهان قرار دارد تا می رسیم به داستان کشف شعاع لیزر که از کعبه به آسمان متصاعد می شود. جنبه خنده آور یا گریه آور ماجرا این است که شخصی که این ادعاها را زیر نام اعجاز برمی‌سازد غالباً از بدیهی‌ترین قواعد و ریاضیات ناآگاه است. شنیدن صدای آذان در سطح ما از نظر فیزیک امر محال است، چرا که صدا در فضا از یک جا به جای دیگر منتقل نمی‌شود، چون در آنجا هوای وجود ندارد. این که بخواهیم از این حقیقت علمی به بهانه این که این قبیل حوادث در شمار معجزه یا کرامت به حساب می‌آیند شانه خالی کنیم. این که بخواهیم از این حقیقت علمی به بهانه این که این قبیل حوادث در شمار معجزه یا کرامت به حساب میآیند شانه خالی کنیم، باز هم نشانه جهل مرکب است. معجزه ها فقط برای پیامبر اتفاق میافتد و از نظر ما مسلمانان آقای آمسترانگ اهل کرامت هم به شمار نمی رود. حقیقت این است که ادعاهای اینچنینی در مورد اعجازهای علمی دروغ هایی است که به دست افراد ساخته می شود که دستاورد ندارند و مسلماً این کار دین را بدنام می سازد و به جای آن که به مسلمانان سود برساند ضرر می زند، زیرا که بعداً نادرست بودن این ادعاها آشکار و نتیجه معکوس می شود. با وجود این چه می توان گفت در حق کسی که شایعه ها را بر می سازد؟ سپس آن را خود پس از آن که از طریق هزاران منبع و با گواهی هزاران شخص میشنود تصدیق میکند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.